آیا با فست میشه ورزش کرد؟ آیا فست باعث عضله میشه؟ در زمان فست ورزش کنیم یا در زمان خوردن؟ صبح یا شب؟ قبل ورزش چی بخوریم؟ بعدش چی؟ تمام نکات این موارد مربوط به فست و ورزش به همراه ایدال ترین زمان فست از نظر دانشمندان رو در این قسمت خواهید دید. روز به همگی فرشید هستم نه پزشکم و نه سعی میکنم باشم من مشاور و مربی منابع انسانی کنجکاو در زمینه تغذیه ورزش و پیشرفت هستم در کانال یوتیوب و پادکست کلاس 101 راجه به تجربیات خودم و هر چیز که یاد میگیرم با شما صحبت میکنم من امروز میخوام راجبه به نکات فست در زمینه ورزش صحبت بکنم این چهارمین قسمت از سری نکات فست هست این سری یا پلیلیست رو میتونید به اسم صرف تا صد روزه متناوب در یوتیوب پیدا بکنید توصیه میکنم به ترتیب لیست ببینید اول بریم سراغ ایدالترین زمان خوردن این زمان از نظر دانشمندان و علل خصوص جناب آقای هوبرمن دانشمند مورد علاقه من چی هست که قبلش باید یه یادآوری بکنید در قسمت قبل گفتم که به هر طریقی و هر ساعتی میتونید شروع بکنید مهم شروع کردن هست بهتون تبریک میگم اگر شروع کردید و تشویقتون میکنم اگر که هنوز شروع نکردید اگر میتونید برنامه روزانه خودتون رو جوری تنظیم کنید که فصل رو به این ساعتی که در ادامه خدمتون میگم تغییر بدید در این صورت میتونید نهایت سود رو از روز گرفتن ببرید هدف اصلی در فصل قبلا گفتم که تنظیم هورمون های بدن هست و این اتفاق بهتر و بیشتر از هر زمان دیگه ای در شب رخ میده. که اگر اتفاق بیفته شما صبح بدون نیاز به هیچ آب میوه یا صبونه خاصی سر حال از خواب بیدار میشید. بر این اساس هست که بهترین زمان شروع فست به عبارتی خوردن آخرین لقمه یا پایین کشیدن کرکری معده حدود سه ساعت قبل از خواب هست. علت هم برمیگرده به یک فشاری به معده نیاد و فرصت کنه قبل از دراز کشیدن غذا رو هضم بکنه و دو همون تنظیم هورمون هایی که گفتم اتفاق بیفته سه ساعت فرصت مناسبی هست که انسولین مقداری پایین بیاد و بقیه هورمون ها در شب فرصتی برای ارزاندام داشته باشن در نتیجه این هم شما خواب بهتری خواهید داشت و پشبندش اصلا زندگی قشنگتر میشه بعد از خواب خوب انگار که دنیا فورکی میشه و فوق رنگ و رنگ خب بر اساس این و ساعت خوابتون میتونید ساعت شروع فصل رو هم در بیارید بعدش 18 ساعت فصل بگیرید و دوباره شروع کنید به خوردن این میشه ایدئال برای شما اما ایدئال از نظر دانشمندان برای عموم مردم چی هست اول با مدل 16 شروع کنید خیلی سخت نیست نشون دادن که خوابیدن ساعت 10 و شروع روز سه ساعت قبلش یعنی هفت غروب میتونه شرایط ایدئالی برای عموم مردم باشه. این یعنی اینکه که یازده صبح هم شروع به خوردن اولین وعده بکنید. میتونه برای عموم مردم خوب باشه چون میخوان که یک وعده غروب با خانواده غذا رو دور هم بخورن. اما این تحقیق زندگی روزمره و کارمندی افراد رو هم در نظر گرفته بود. زمانی که این رو در نظر نگیرید و فرض رو بر این بذارید که بعد آزاد هست هر زمانی از روز دستش بازه که روزه بگیره زمان ایدئال جلوتر میاد یعنی خوردن از نه صبح تا پنج بعد از ظهر که احتمالا برمیگرده به این امر که خواب بهتر و در نتیجه تعادل هورمونی بهتری رخ میده پس اگر هنوز شروع نکردید بدونید که حذف شام یا شام به وقت عصر خیلی میتونه شروع خوبی باشه از حذف صبونه اجرایی بیشتر اثر داره بر اساس تجربه من شام زود اون ولع خوردن صبحونه رو هم به مرور کم میکنه. 6 سال پیش هم من هیچ ایده ای از فست نداشتم ولی با حذف همین شام شروع کرده بودم. برای مدل های دیگه فست 4 ساعت خوردن یا تک وعده مسلما باز بهتر هست که این دو وعده یا تک وعده وسط روز باشن. اگر نه تا جای ممکن از ساعت خواب فاصله داشته باشن. آل من به شخصه چیه؟ خب برای من مقداری در فصل تابستون و زمستون تغییر میکنه تابستون چهار ساعت خوردن یعنی یک وعده خیلی کوچیک بلوش دو ظهر و وعده اصلی حدود پنج اصر اما زمستون که مقداری زودتر میخوابم و از طرفی بدن کالری بیشتری نیاز داره برای اینکه زیادی لاغر نشم زمان خوردن به 6 تا 8 ساعت میرسه در دو وعده و یک میان وعده وعده اول حدود ده صبح و دومی چهار عصر. یه جورایی مغازه را زودتر تعطیل میکنم که شب زودتر و راحتتر بخوابم حالا داستان خواب هم جالبه که من بیشتر از ساعت به دما و تاریکی روشنی هوا توجه میکنم و اینه که ساعت خوابم مقداری در های مختلف متفاوت میشه حسابی به خواب هم میرسیم در آینده یه چیز جالب راجع به های بدن باید بدونید هم اهمیت ساعت خواب رو بهتر متوجه میشید هم برای نکات ورزش مهم است با در نظر گرفتن بحث عضلات سه نوع سوخت داریم گلوکوز گلایکوژن و چربی کی تو هم هست که ربط زیادی به موضوع ما نداره اولی و دومی گلوکوز و گلایکوژن به مقدار کمی اما همیشه در دسترس هستند چرا کم چون زیادیش برای بدن و مخصوصا مغز سمی هست برای مثال گلوکوز خیلی بازه فیکسی داره بین 75 تا 95 و بالاتر یا پایین تر خیلی خطرناک است زیادی و سری بالا بره به کما میریم کم و به مرور بالا بره و بالا بمونه بیماری مثل آلزایمر یا دیابت نوع سه هم بهش میگن در انتظارمون خواهد چربی از طرفی زیاد بودنش کار خاصی نمیکنه بدن فقط انبارش میکنه به دور خودش خب ضرر زیاد خاصی برای ما نداره برای اینکه نسبت این سوخت ها رو متوجه بشید فرض کنید یخچال کوچیکی داریم هر غذای آماده ای توی یخچال گلوکوز باشه هر غذای نیم آماده ای هم گلایکوژن دسترسی به اینها خیلی راحت و سریع هست اما مقدار محدود چون یخچالمون کوچیکه مقداری کنسرو هم توی کابینت ها دارید یه کوچولو زمان میبره درست شه اما نسبتاً در دسترس است و سریع آماده میشه این میشه ازولات ما و اون گونی برنجی که ته انباری پشت کلی خرتفرد افتاده میشه معادل چربی که خیلی زمان میبره تا جا به جاشه و برای مصرف آماده بشه وقتی گلوکوز و گلایکوژن تموم شه یعنی یخچالی ها تموم شن بدن ما دو راه داره یا باید چربی بسوزونه یعنی بره تو انباری با کلی زحمت برنج رو بیاره بالا پاک کنه درست کنه خیلی زمان میبره و قطعا خیلی ها حالش رو ندارن اما راه ساده تر برای ما آدم های تنبل درست کردن همون کنسرو توی کابینت هست یعنی سوزوندن بافت ازاله اما یه نکته وجود داره و اون زمان اتفاق افتادن این هم رست آیا در اون لحظه حوصله دارید؟ وقت دارید؟ اگر آره احتمالا با یه ذره قرقر کردن میرید و برنج رو میارید بالا اما اگر در زمان استرس و کلافگی باشه نه ترجیح میدید همون کنسرو لوبیای مونده رو درست بکنید یه لول یه،, درجه علمی تر بگم اگر این اتفاق یعنی تموم شدن گلوکوز و گلایکوژن موجود در عروق شب به وقت خواب در آرامش بیفته بدن میره سراغ چربی اگر این تموم شدن گلوکوز و گلایکوژن در وسط ورزش مثلا دویدن اتفاق بیفته یا در زمان داشتن استرس بالا زران قلب بالا بدن فکر میکنه خرسی دنبالتون کرده جونش در خطره پس نمیره سراغ سوختی که چند ساعت طول میکشه تا آماده بهره برداری بشه سراغ عضلات میره تا سریع سوخت جور کنه و جون خودش رو نجات بده میخوام تمام این داستان ها رو مقداری کاربردی بگم و در ساعات شبانه روز با هم دیگه مرور بکنیم ببینیم اصولی و درستش چیه غلطش چیه به فرض شما ساعت 6 عصر دیگه چیزی نخورید هیچ ورزشی هم بعدش نکنید خودمون دیگه کی میده پر ورزش میکنه دو ساعت اول بدن از قند خون یا گلوکوز استفاده میکنه همومشه اگر چیزی نخورید میره سراغ گلایکوژن و برای مثال یک ساعت دیگه هم سر میکنه یازده به بعد بدن میره سراغ چربی هایی که در آخرین وعده خوردید و وقتی اون رو هم تموم کرد دستش گرم شده به چربی سوزی و میره سراغ چربی های ذخیره شده در بدن در این حالت صبح سر حال بیدار میشید چون گرسنه نیستید بدن داره چربی خودش رو میخوره یعنی خیلی قبلتر از اینکه بیدار شید رفته گونی برنج رو آورده پاک کرده یه پرس هم درست کرده و خورده میگذره به فرض ساعت 9 صبح میرید باشگاه همچنان چیزی نخوردید ورزش میکنید و اون بدن نیازی نمیبینه که عضله بسوزونه چرا که از قبل شروع کرده به مصرف چربی این زمانی هست که ساعت خوردن ایدئال باشه و ما رعایت بکنیم اگر رعایت نکنیم چی میشه به فرض تا 11 شب بخوریم و بعد بخوابیم بدن اون گلوکوزی که خوردیم و گلایکوژن ذخیره رو مصرف میکنه تا دم صبح و اما فرصتی برای جابجا جا کردن چربی یا همون گونی برنج نداره این یعنی هورمون‌های های بدن که باید طی شب بالانس شن نمیشن چون تا سه شب انسولین توی رکها ها جولون داده صبح بیدار میشیم به شدت گرسنه هستیم استرس های زندگی هم یادمون میاد پس کلافه گرسنه عصبی به دنبال صبونه میریم مقداری صبونه میخوریم و دقیقا همون ساعت نه به فرض میریم باشگاه اینجا بدن گلوکوز و گلوکوژن داره چون تازه غذا خوردید شروع میکنید به ورزش و مصرف این ها بعد از سی دقیقه به فرض روی تردمیل تموم این ها مصرف میشن به عبارتی اون یخچال ما خالی میشه چون سطح استرس بدن هم بالاست در اون لحظه ضربان قلب بالاست بدن شما شروع میکنه به خوردن عضلات خودش چون نیاز به یه سوخت سریع داره تا از دست اون دشمن خیالی فرار بکنه اصلا هم دست به چربی نمیزنه چون فرصت نمیکنه زمان میبره زمانی که در اون لحظه نداره به طور میانگین اما درست کردن اون کنسرو توی کابینت یعنی ازوله 3 تا 5 دقیقه زمان میبره و اون گونی تو انباری 3 تا 4 ساعت قطعا بدن در اون لحظه ترجیح میده یه کنسرو لوبیا بخوره تمام این مثال ها رو زدم که این امر مهم رو در آخر خاطرتون باشه چربی در دسترس نیست بدن باید توسط سیستم ایمنی اول اون رو جابجا جا کنه ببره توی آشپزخونه یعنی سلول بعد تازه به عنوان سوخت استفاده بشه این زمان میبره هم زمان میخواد هم سیستم عصبی باید درست کار کنه تا یعنی نورون ها باید درست کار کنن که در یه قسمت دیگه کاملا بهش میرسیم اما بریم سراغ ورزش و اینکه چطور و کی ورزش کنیم اول از همه باید هدفتون رو از ورزش بدونید. حالت اول که اوم مردم شامل حالشون میشه کاهش وزن یا چربی سوزی هست. حالت دوم افرادی که دنبال کاهش وزن نیستن بیشتر به فکر نگهداری عضلاتشون و اون وزنی که وزن فعلی هستن. و حالت سوم افرادی که اضافه وزنی ندارن هیچ لاغر هم هستن و میخوان ازولسازی بکنن. حجم بگیرن به اصطلاح این بزرگتر بشن. با توجه به قبل نباید جا سخت باشه دیگه دسته اول که دنبال کاهش وزن هستن باید ورزش رو به ساعات پایانی فست بندازن زمانی که بدن عادت کرده به چربی سوزی به عبارتی از قبل شروع کرده به چربی سوزی برن باشگاه وزنشون رو بزنن و بعد از باشگاه هم یکی دو ساعتی چیزی نخورن تا این ازولات تشنه بشن انرژی خودشون رو از چربی های ذخیره شده دریافت کنن اینطوری عضلات تحلیل نمیره و چربی ها هم به مرور آب میشن البته خیلی عضلات جدیدی هم ساخته نمیشه همونهایی که دارید تقویت میشه و در آخر یه حجم کوچیکی عضله میگیرید نباید هم مشکلی داشته باشین چون هدف از اول کاهش حجم بوده دسته دوم افرادی مثل خود من که میخوان عضلات رو حفظ کنن یا مقدار خیلی کمی چربی بسوزونن این افراد باز در اواخر فست میتونن شروع به ورزش بکنن اما بعد از ورزش دیگه یکی دو ساعت نباید صبر بکنن بلافاصله مقداری پروتئین مصرف کنید البته بعد از آروم شدن بدن یعنی با زربان قلب بالا خیلی سراغ خوردن نرید برای مثال اگر قرار به خوردن اولین ورده در ساعت 12 ظهر هست بهترین زمان شروع ورزش برای این افراد 10 و پلوش 11 هست پروتئین هم بهتر همراه با فیبر باشه تا کار روده راحت تر بود رو مکمل هم منظورم نیست، تخم مرغ فیله ای چیزی بخورید. دست سوم افرادی شدیدا لاغر هستن و میخوان درست بهتر قبل ورزش نیم ساعت، یک ساعت یه وعده سبک بخورن. ترجیحاً باز پروتئین و بعد ورزش یه وعده اصلی و بزرگ. پس این افراد نباید فست برن باشگاه که خب لاغرتر از چیزی که هستن میشن چون چربی زیادی ندارن. بدن همون عضلات رو میسوزونه. برای این افراد پودر و مکمل هم توصیه نمی کنن مگر اینکه دنبال کسب مدالی یا مقامی باشند در غیر این صورت عجلتون چیه الان پودر بخورید پنج سال دیگه باید پول دارو برای کبد بدید و ده سال دیگه دارو برای دیابت متاسفانه خیلی شایع هست و اون مربی توصیه کنند. که خب در بلند مدت شما خیلی ضرر خواهید کرد کافی بیماری های شایع بین بدنسازان رو جستجو بکنید میبینید که اولیش دیابت و دومی کبد چرب هست تازه اگر که جنس خوب و سالمی گیرتون بیاد و شدیدن و به سختی ورزش بکنید البته داستان مکمل ها به کل بد نیست چیزای خوبی هم وجود داره که حتما یه قسمت بهشون اختصاص میدم و مرور میکنیم که کدوم ها کم خطر یا بی خطر هستن ولی خب در کل دنبال سریع رسیدن به چیزی نباشی چه لاغری چه چاق شدن چه پول هرچی <applause> <applause> با این حدیث این قسمت رو تموم میکنم ممنون که تا اینجا با من همراه بودید اگر مفید بود لایک یادتون نره اگر فکر میکنید برای شخص خاصی هم میتونه مفید باشه برای اون عزیز هم بفرستید اگر به این محتوا گوش میکنید به کانال یوتیوب هم سری بزنید سابسکرایب کنید که یه سری قسمت ها فقط به صورت تصویری آپلود میشه اگر که از یوتیوب میبینید میتونید سری آموزشی ویدیوها رو در پادکست کلاس 101 بشنوید که فعلا از طریق اسپاتیفای و اپل پادکست در دسترس هستن در آخر مثل همیشه امیدوارم با تنی سالم و دلی شاد از دکتر و راهروهای بیمارستان دور بمونید موفق باشید تا بعد.